سایت شاپ چیه؟ سایت شاپ دقیقا مثل چیزه، دو تا اندرلورده. خب شما نکنید، سایت شاپ چجوریه؟ شما میایید هیروها رو میگیرید، خب بعد هرچی، بعد سه تاشون رو با هم ترکیب میکنی. مثلا این لول یکه، سه تا از لول یک این رو با هم ترکیب میکنید میشه لول دو. خب هرچی تا لول سه دارن مثل این که، خب هرچی لول اینو بالاتر باشه بهتون یه جایزه میده. خب ببینید، مثلا تیر وان داره تیر دو، مثلا فرض کنید که این مثلا درجه یک، درجه دو، درجه سه، درجه چهار، درجه پنج. خب بعد اینا رو که ترکیب، مثلا درجه یک رو با هم لول یکش یه دونه از این شاردا میده، یه دونه از این قرمزا میده. خب لول دوشون سه تا میده، لول سهش هم 18 تا میده. خب حالا شما با استفاده از این قرمزا و این آبیا میتونید اسکین، آرکانا و این چیزا بگیری به صورت رایگان. حالا تا تیر 3 شما اگه 3 ستارش کنی از این قرمزا میده. خب ولی برای آبیا باید شما یا تیر 5 یا تیر 4 رو فقط 3 ستاره کنید، خیلی کمیابن تیر 4 و تیر 5. خب و حالا از کجا بفهمید که مثلا برای آرکانا گرفتن چقدر لازمه؟ اینجا میاید، من الان 5 تا از این قرمزه دارم، مثلا میتونم از اینا باش بخرم. این واسه یه آرکانا تصادفی است. واسه آرکانا تصادفی شما باید 35 تا از این آبیا داشته باشید تا بتونید یه آرکانا تصادفی گیرتون بیاد. گرفتید؟ چجوری حالا؟ حالا شما باید بیاید اینجا همینجور رفرش کنید، اینا رو با هم دیگه ترکیب کنید، هیروها رو با هم ترکیب کنید، هیرو لول 3 تیر 5 بسازید، یعنی 3 تا لول 1 شو بگیرید ترکیب کنید میشه یه لول 2، دوباره 3 تا لول 1 رو میگیرید میشه 2 تا لول 2، دوباره 3 تا لول 1 رو میگیرید میشه 3 تا لول 2، این 3 تا لول 2 ترکیب میشن یه لول 3 و شما 3 تا دونه شارت میگیرید. حالا شما باید 35 تا بگیرید دیگه، واسه هم خیلی کار سختیه، پول خیلی زیادی هم میخواد چون کمیابن اینا، ولی خب این کاریه که باید کنی. خب الان ما یه رفرش میدیم. اوه یه که همش چیزه. ببین من الان یه عکس لول یک دارم، نمیشه جابجاشون، دو تا عکس لول یک دارم. خب یکی دیگه بگیرم عکسم میشه لول دو، ارزش عکس لول دو هم این پایینش زده، سه تا از این شارده هست، یعنی من عکس رو الان میتونم بفروشم یا میتونم نگهش دارم همینجوری آپگریدش کنم. گرفتین؟ کلن شد همین، یعنی من هیچ کدوم از تیر 5 ها نتونستم حتی تا لول 2 برسونم چون احتمال گیر اومدنشو خیلی کم. تیر 4 ها من باز نتونستم، یه دونه تیر 2 تونستم به لول 2 برسونم و فکر میکنم 3-4 تا لول تیر 1. کلا من 30 تا از این قرمزه الان دارم. خب با 30 تا افهم نمیتونستم جلو. خب کمترینش 75 تا است که میتونی ریدیم کنی بگیری، همین دیگه. این شد این. حالا هرچی شما لولتون بالاتر باشه گلد بیشتر اینا میگیرید و اینجا میگیرید و اگر توی گیلد هم فعالیت کنید باز بهتون گلد میده و دیگه باید همینجوری ماموریت انجام بدید تا گلده بره بالا. این بود واسه سایت شاپ. هیروها رو ستا یکی کنید، ستا از یک نوع بگیرید و یکیشون کنید، بهتون از اینا میده. با این اینایی که بهتون میده میتونید آرکانا و نمیدونم اسکین و اینا بگیرید و هم این دیگه خیلی تعریف نرمالش بود. حالا اینجا ماموریت ها واسه هر گیم هست، اگه مثل پارسال باشه خب گفته یه گیم با لیچ ببر. اولش بگم که اینجا شما فقط باید آل پیک پلی بدید یا فکر میکنم چیز رنک، چون اگر توربو بخواید برید توربو باید دو بار این چلنج ها رو شرکت کنید، مثلا با لیچ دو بار باید ببری. خب اگه به بازی قبول نیست، بازی کردن نیست، باید حتما ببری. خب وقتی که با همین جوری این راه ها باز میشن و شما آخرش میتونی برسی به این اسکین، حالا وسط این راه ها که دارن باز میشن یهو یه ترژر بهت میده، یهو یه دونه نمیدونم کریستال میدن از همین گردونا که میچرخونی بهت میده، این چیزا هست. خب بعد یه سری مثلا ممکنه یه جا بخوری به بنبست، بعد یه سری آیتم بهت میده، مثلا نمیدونم یه چکش میده میتونی بزنی مثلا راهو باز کنی. خب این آیتما دیگه توضیحاتشو اینجا نوشته و دیگه نمیدونم دون دون توضیح بدم واقعا.
خلاص همین، فقط شما باید پلی بدی ببری براتون رو باز کنید همینجوری تا برسید به اسکین، و بعدش هم که تموم شد این پایینه هم مثل این که هست. و فکر میکنم واسه این که چیز دوم چی میگن شکل دوم این اسکینا باز بشه شما باید اون پایینه هم برید. و اینم از این، نه از این قسمت. اینجا که آرکانا ووت هست هر هفته فکر میکنم، آره هر هفته شما رأی میدید به یه هیرویی که دوست دارید آرکاناش بیاد سال آینده. مثلا پارسال پاج اومد دیگه، درسته؟ پاج اومد، نه پارسال، پارسال اوگر اومد فکر کنم، نمیدونم، اوگر اومد پارسال، اوگر اومد چون توی این رأی ها برنده شده بود. هر هیروی دوست دارید همین جوری دیگه دونه دونه بینشون قرعه کشی میشه دیگه، میبینی اینجا همین جوری میان بالا و آخرش دیگه دو تا هیرو میمونن که دیگه از بینشون رأی گیری میشه. من به شخصه اینا رو دوست دارم ولی از همه بیشتر اومنی رو دوست دارم. میتونید رأیاتون رو تقسیم کنید، 16 تا رأی دارید میتونید بذارید همینجوری رو این و اون، ولی من همشو میذارم رو اومنی چون اومنی رو دوست دارم. اومنی بازم میذاریم روی و بهتون اچیومنت میده، بهتون یه لولی میده چون دارید شرکت میکنید. اینا حالا میرسیم بهش. بعد میایم این طرفتر. این یه چالنجیه که هنوز نیومده، مثل چالنج های گروهی هست. شما میتونید با رفیقاتون، خیلی هم فانن معمولا، با رفیقاتون یا حالا همجور رندوم برید پلی بدید. یه سری جوایز داره، بتل پس لول بهتون میده و این چیزا، ولی در کل چیز فانی، رنگ و اینا نیست. همجوری مثلا باید دفاع کنید از یه مجموعه یا برید مثلا دشمن ها رو شکست بدید اینا. کسایی که داشتن سالهای قبل میدونن چه جوریه، ولی کسایی که نشتن فرض کنید یکی از این مپای فانه که اینجا بازی میکنید، خیلی تفاوت ندارن واقعا. بعد سایت شاپ هم که توضیح دادیم. اچیومنت ها، ماموریتی هایی هستند که شما وقتی انجام بدید، وقتی مثلا اینا الان قفلن، شما یه ماموریت که انجام بدید این قفل بعدیش باز میشه و اینجا درجه لولی که بهتون میده. هر 1000 تا پوینت یه لول بتل پس شما میگیرید، یعنی این 1500 تا پوینت میده باید شما یه لول رو نیم میگیرید. حالا هر کدومش یه ماموریت خاصیه، مثلا بتل پس گیفت کنید به یکی از دوستاتون، دو تا لول بتل پس میگیرید خودتون. یا به تریویا پوینت ها جواب بدید، به سوالایی که وقتی دارید کیو میکنید اینجا یه سوالایی میاد. اینا فکر نکنید همینجور الکی هست، اینا این سوالا، اینا الکی نیست، اینا وقتی درست جواب میدی یه مقدارش رو پوینت میگیری خب، و آخرش هم لول میگیری دیگه. این وقتی 10000 تا امتیاز توی اون سوالو بگیری مثلا یه لول بتل پس بده. چیزای زیادی نیست ولی بازم چیزایی هستن که میتونن باعث بشن که شما بتل پستون رو لول اپ کنید. مثلا MVP بگیرید یه بار، یا بعدش که یه بار گرفتید نیم لول بهتون داد، بعدش اگه 10 بار بگیرید یه لول بهتون میده، و بعد اگه 25 بار بگیرید دو لول و نیم دیگه هم بهتون میده. خب اینا چیزایی هستن که معمولا همه میتونن خیلی هاشو انجام بدن، شاید بعضیا نتونن مثلا گیفت کنن بتل پس رو به کسی و اینا، ولی خب چیز خاصی نیست دیگه، شما خیلی هاشو میتونید انجام بدید و انجام میدید، نگرانش نباشید. اینا که ریواردا هست، جوایزی هست که توی بتل پس، و چیز خاصی نیست. 109 روز دیگه وقته، 3 ماه دیگه، پس نگران چیزی نباشید. اینم جایزه دوتا هست دیگه، الان خیلی وقت نگذشته، الان فکر 5 ساعت گذشته، 3 میلیون خورده قرار بشه جایزه تی آی بعدی. بعد بچه ها اونایی که میخواید بخرید هیچ وقت، یعنی اصلا لول 50 یا 100 اینا نگیرید. خب شما لول 1 میگیرید، دوتا اگر طبق روال گذشته پیش بره وسطهاش میاد یه سری باندل، یه سری مجموعه و یه سری تخفیفای خیلی خفن میده روی لولاش. اگر میخواید لول آپ کنید دیرتر درست لول اپ میکنید، ولی آخرش خیلی ارزون تر پاتون در میاد تا که بخواید همین الان لول اپ کنید، مثلا لول 100 بخرید همینجوری لول بخرید برید بالا. مثلا الان دوست من 800 تا لول خریده، خب هر چقدر براش آب خورده اگر سب میکرد باور کنید مثلا نمیدونم شاید 1/5 حداقل کمتر در میاد، که واسه ما که توی ایرانی خب خیلی نفت داره. یه چیز دیگه که میخواستم بگم در مورد لول ها، اگر کسی میخواد ناکنید، شما اگر هیچ لولی نگیرید از لول 1 شروع کنید، شما میتونید به راحتی تقریبا یعنی مینیموم 100 تا 120 تا لول خودتون برید بالا، یعنی بدونی که هیچ لولی بخرید دیگه 100 120 تا لول رو شما میرید بالا. خب
پس اگر مثلا دلتون میخواد نمیدونم مثلا آرکانای ریسکینگ رو بگیرید، شما نیاز نیست تا لول 375 بخرید، شما تا لول 275 280 بخرید کافیه، چون خودتون دیگه بقیهشو میاید بالا، خودتون میتونید این پوینت های توی گیم و اینا رو جمع کنید و بیاید بالا، نیازی نیست تا اون لولی که میخواید رو بخرید. اوکی؟ نه اینا باونتی هن. باونتی یعنی چی میگن؟ جایزه جور حالتی. خب میگه اگر شما توی لینتون مشکل دارید توی گیم، خب بیاید بگی مثلا من جلوم سنایپره خیلی داره اذیتم میکنه، خب میام این باونتی رو یه جایزه میذارم واسه سر سنایپر، اگر یه هیرو دیگه بیاد کمک من توی اون لاین و سنایپر رو بکشه پوینتر رو میگیره. خب و هر هفته دو تا از این پوینت ها میتونید مصرف کنید و فکر میکنم 200 تا پوینت بتل پس میگیره، یعنی یک پنجم لول میگیرید شما. و اگر هم که کسی نیاد بکشه، کسی جوین نده و اینا، که هیچی دیگه، پوینت میپره، ولی فکر میکنم گیر خودتون میاد، خرج نمیشه، گیر خودتون میاد. اینجا اومدن یه قسمت اضافه کردن، نوشته که هر عصر از ساعت 6 تا 6 و ربع، حالا نمیدونم این وقت کجاست، شاید به وقت من نمیدونم، این فعال میشه این بخشه. خب بجه فقط ربع ساعت فعاله، مثل این که شما میتونید این گیم ها رو برید، خب هر روز فقط ربع ساعت در چیز باز میشه. خب وقتی 3 تا وین توی این گیم ها بگیرید بهتون یه لول و نیم بتل پس میده. خب 200 هم اون سایت شاپ گولد که هیروها بودن با هم ترکیب میکردن، 200 تا گولد هم اونجا میده که خیلی خوبه، و 1000 تا هم دوتا پلاس شارت بهتون میده. 1000 تا خاصی نیست ولی خب بهتون میده دیگه، اوکیه. اگر هم دوتا گیم ببازید شما توی همون قسم، همون درجه ای که هستید، هرچی میبرید درجهتون میره بالاتر و میتونید بار بعد چیز کنید، یعنی چیزی از دست نمیدید، فقط همونجا ثابت میمونید. این هم از این هست. بعد اومدن گیلد گذاشتن، گیلد مثل حالت کلن هست. خب خب کانترکت داریم اینجا، 3 تا کیل بگیرید، 180 تا لست هیت، یه دونه گیم با تاینی ببرید، یه دونه گیم با ویساج ببرید، بعد اینا رو که بزنید 75 تا پوینت بتل پس میگیرید. 75 تا یعنی یک دهمش هم نه، ولی خب همینجوری کم کم اینا هرچی میره بالاتر فکر میکنم پوینتاش خیلی بیشتر بشن.